ساخت باتری های موبایل. بالاخره فهمیدم امارات اسلامی افغانستان این همه هزینه و بودجه ترمیم سلاح جنگی و نفرات و نظامی و هلیکوپتر و ال و داستان و جت و جنگ و ای داستاناش از کجا میاره و در این ویدیو قشنگ بررسیش میکنیم. بریم ببینیم با هم دیگه. ای واتس اپ، من اسم پی ایکس پای، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیا اتحاد تمام فارسی زبانهای دنیا، سر کجا مرسیجان بیاید و پل بزنید، حرف از تهران و سمرقند و کابل و دوشنبه بزنیم و در کنار هم دیگه بشینیم و ترانه های احمد ظاهر را گوش بدیم و بریم به یک وادی دیگه، بریم به یک بعد دیگه، بریم به یک دنیای دیگه. وقتی با عشق شما میشینید در کنار هم زبان و هم نوع خودت، چرا میگم هم نوع خودت؟ نه از اون قضیه که همون فارسی زبانی و انسانی و مردیم و حالا دختر، نه، میگن وقتی به اون درجه ای از عرفان و تصوف شما برسید، درخت رو نگاه میکنی درخت خودتی، پرنده رو میبینی پرنده خودتی، آن انسان که میبینی آن خودتی. همه خودمونیم، همه خودمونیم، همه اوییم، به او وصل میشیم. پس اینجا دیگه، حالا اینجا رو فاکتور میگیریم، وارد قضیه عرفان و داستان نمیشیم. خب پس بچه ها تو این ویدیو میخواییم بررسی کنیم که این گنجینه عظیم طلای افغانستان، زمرد الماس افغانستان چجوریه، چقدر ازش برداشت میکنن، کجا هست اصلا که این هزینه های کل کشور رو داره میده. یعنی به درجه رسید افغانستان میگفت دیگه تولیدات خشخاش هم دیگه نمی کنیم، همین گنجینه ها واسه ما کافیه، ارتش همه چه داستان ها، بودجه نظامی و بودجه کارکنان دولت ما با همین قضیه میدیم. پس این ویدیو بسیار جذاب، تا انتهای ویدیو همراه ما باشه. قبل اینکه این ویدیو رو ببینید لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام من بالا میاد اونجا هم حتما منو فالو کنید. بریم ویدیو جذاب با هم دیگه ببینیم. Are you ready؟ ثروتمندترین کشور دنیاست. آه آه، افغانستان ثروتمندترین کشور دنیا، جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا. اینو بخواب، اینو تا اینجا من اصلاحش کنم، جزو بچه. شاید با شنیدن کلمه افغانستان ثروتمندترین کشور دنیاست کمی متعجب شوید، اما با نیمه نگاهی به معادن و منابع سرشار غنی این کشور، بچه همین تصویر رو شما نگاه کنید، گویای در کسی که داره استخراج میکنه این منابع های ارزشمند، شما ببینید حتی یک شرکت درستی نیست بالا سرش که لباس کار بهش بده، کلاه ایمنی بده، دستکش ایمنی بهش بده. چون من خودم یه مدت مسئول ایمنی و بهداشت بودم توی یکی از معادن همین کشور ایران خودمون و بسیار سخت میگرفته روی قضیه لباس. ببینید بچه ها، خود ما خاکمون ثروتمند هست، خاکمون ثروتمند است، ولی مردمانمون فقیر. این خودش گویای درد. این نکته پی میبریم که چندان هم دور از واقعیت نیست. افغانستان معادن بیشماری دارد و برخی از معادن این کشور در جهان شمره افاق است. بله. و از هزاران سال پیش بچه چه واژه قشنگی گفت، افاق، افاق نشان افاق است افغانستان. خیلی واژه قشنگ و زیبایه، یعنی زبان زده، یعنی میدرخشه، یه مثل قضیه الماس شرق خودمون. چقدر قشنگ افق. مصری ها در چشمان مجسمه اخنادون زمار و ملکه نفرتیتی زمار از لاجورد این سرزمین استفاده کردن. با آنکه بچه ببینید اون زمان فرعون دیگه حدود 2000 و خورده 1500-1600 سال پیش بوده و در آن زمان زمرد افغانستان صادر می شده مصر. برخی از معادن این کشور استخراج و اینم بگم این سنگ ها بچه ها یه انرژی بسیار خاصی دارن، یعنی یه فرکانسی جذب می کنن، واسه همینه مثلا توی عصای فلان پادشاه از سنگ لاجورد از این داستان ها استفاده میشه. چرا؟ چون که جذب می کرده، قدرت جذب می کرده، محبت، مهربانی اینا رو جذب می کرده. و از گذشته های بسیار دور لاجورد، طلا و نمک در بدخشان،
مس و آهن در قندهار و کابل استخراج میگردید، ولی باز هم معادن بسیاری در افغانستان وجود دارد. خیلی دوست دارم از این سنگ های افغانستانی داشته باشم. یکی هست تسبیح شاه مقصودش بسیار معروفه که رو دل من مونده، یکی هم یه لباس افغانستانی بچه روی دل من مونده. چرا اینقدر بی معرفتی شما؟ من اینجا دارم زحمت میکشم واسه تون اطلاعات جمع آوری میکنم به سمع شما میرسونم، یعنی یه افغانستانی گل و مهربان پیدا نمیشه بگه لالا جان آدرس بفرست تا برایت یه لباس شیکت افغانستانی بفرستم. به احترام همون من یعنی همه ویدیوهامو با لباس افغانستانی میگیرم. پس اگر دوست داری، اگر کسی پوشاکی داره توی افغانستان، لباس مرکز خرید خودتو بفرست به من، به عنوان تبلیغ واسط استفاده میکنم. میگم آقا لالا جان، آقای فرزن عبدالوهاب عزیز این لباسو به من فرستاده، آدرس مغازش فلانجا فلانجای کشور افغانستان است، حتما برید خرید کنید و خیلی هم تاثیر داره بچه ها از لباس شما من استفاده کنم. پس بفرستید، منتظر کامنتاتون هستم که بگید آدرس بده بهت بفرستیم، و اگر اینجا متوجه نشم توی اینستاگرام من حتما بفرستید بنیس لالا جان لباس، همین بنیس لالا جان لباس، من دیگه کامنتو تو سری میخونم و میام باز میکنم باهات صحبت میکنم. لالا جان لباس توی اینستاگرام، آدرس اینستاگرام هم هست pxp_pasha_xp، یه چیز یادم رفت. اول ویدیو آیدی اینستاگرام رو بالا میذارم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد معادن افغانستان نوشته است که میزان ذخایر موجودی در معادن تازه کشف شده لیتیوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حد دیگه کدوم عنصر گرانبها بود که دیگه تو افغانستان نیست. واقعا هم دارم به این قضیه میرسم که شاید هم واقعا هم ثروتمندترین کشور ده. نه ولی نیست، ثروتمندترین نیست. چرا؟ چون که هنوز معادن نفتی من ندیدم نفت استخراج کنن. نمیدونم افغانستان نفت داره یا نه، ایران پر نفت، عربستان، کویت، اینا نفت داره، نفت داره افغانستان یا نه؟ کشوری فقیر را به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل کند. لیتیوم واقعا یه دولت کارآمد بیاد رو کار این کارا را انجام میده. حمایت دو جانبه میخواد، دولت مردم را حمایت کنه، مردم دولت را حمایت کنه، نخبه ها برگردن توی کشور. برابر با نفت عربستان، تمام کمپانی های دنیا جمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند، چون لیتیوم در ساخت باتری های موبایل لیتیوم افغانستان برابر نفت عربستان. او مای گاد در این حد، او مای گاد شرکت های گوشی سازی همه خواستار لیتیوم هن، اونم از یک کشوری که بدون واسطه بخرن. مثلا اینجور نباشه افغانستان به فرزن آمریکا بفروشه، او دیگه بره از آمریکا که یه پورسانتی اونجا و الکی مالیاتی هم بخواد، میاد مستقیم از افغانستان میخره. ببینید روزانه چند میلیون گوشی ساخته میشه که اینا احتیاج به لیتیوم دارن. پس واقعا باید برابری کنه با نفت عربستان. وسایل فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. حالا نمیدونم لیتیوم که داره کارخونه باتری سازی هم در کنارش داره یا خیر، یا فقط استخراج میکنه و صادر میکنه. آجیگرد ذخایر به مقدار 2 میلیارد تن اورانیوم، هیچ کسی تا به حال نتوانسته ارزش آن را اعلام کند. اورانیوم به شدت بچه گرانبهاه، فکر کنم گرونترین عنصر هم باشه، البته گرونترین از اورانیوم هم داریم که حالا اونا دیگه باید ساخته بشه مثل
پاد ماده و گرانترین ماده که پاد ماده است. پاد ماده که اونم باید ساخته شه. پاد ماده چیه؟ یعنی یه اتم پاد ماده با یه اتم ماده برخورد کنه انفجار عظیمی رخ میده. یعنی در ساخت فناوری هسته‌ای استفاده می شود. معادن آن در ولایت کنر و المان وجود دارد. المان. من بچه شک ندارم، یعنی یه جوره یقین دارم آمریکا که این دوره‌ای که اومد توی افغانستان، روسیه، شوروی، باقی کشورهای استعمارگر و خونخوار که اومدن توی افغانستان، در جلوی همه به قولید حالا امنیت می‌خواستن برقرار کنن فلان امنیت و این داستانا فیلم بازی می‌کردن. من احساس می‌کنم خورده جهان اما کنون در افغانستان موقع دارد و مقدار بسیار کمی از آن از سوی دشمنان به شکل غیر فنی استخراج می شود. ارزش بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی نصف ارزش مجموعی گاز عراق. بابیلا چرا چیز استفاده نمی کنه از این داستان از قدیم؟ چرا یه چهار تا مهندس نخبه از کره و ژین و ژاپن و چین و فلان و ادو بلی داستان نمی یاد یک برنامه ریزی یه پلنی بچینه بگه آقا این قضیه این معادن ایران افغانستان اینجور بهره برداری کنیم و به فروش برسانیم و مطمئنم که همه کشورها اگر افغانستان رو به رسمیت بشناسن میان قراردادهای باش میبندن. مثلا کشورهای اروپایی که گاز خیلی کم دارن میان گاز افغانستان رو میگیرن، لیتیوم و مثلا کشورهای مثل کره و ژاپن و فنلاند که گوشی میسازن میان ازش میگیرن. از مورد کشور کولومبیا و حتی در جهان است که ذخایر آن در پنشیر و نورستان موقعیت دارد. بافیلا، یعنی فکر کنم قضیه اینه، هرچی این گزارشگر میده میگه من در آخرش باید یه بافیلا ای خدایی باید بگم. درصد خلوصش بیشترین درصد خلوص توی کل کره زمینه. کیفیت‌ترین، بزرگترین و قدیمی‌ترین معادن لاجورد جهان که حتی فرعون‌های مصر از لاجورد استخراج شده این معادن در قصرهای خود استفاده می‌کردند. خدا اوه بچه ها اینو نگاه کنید، انبار لاجورد، یعنی دیگه این بند خدا دیگه توش دیگه بینه چقدر کوچیک شده. ای جانم احمد ظاهر همیشه همرامه، همیشه توی بک‌گراند گوشیم همرامه. در قلب من هم از داره که زندگی منو واقعا دگرگون کرد، آرامش رو به زندگی من برگردوند. آب، افغانستان همه ساله بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را به کشورهای همسایه به طور رایگان میدهد. چون ببینید به طور رایگان تازه داره میده.
چقدر منابع آبی داره. بحران بعدی جان، دانشمندا گفتن بحران آبه، کم بوده آبه. شاید اقل اون به دلار می شود 5 بیلیون یا 5 میلیارد دلار. با الماس خدا، چرا یه جوان عربستانی که توی عربستان توی امارات فقط یه نفت دارن یه گاز دارن، جوانش میره توی صف آخرین مدل ماشین لند کروزر 2023، آن وقت جوانان ما میرن توی صف گوشت، توی صف مرغ، توی صف گاز. با اینکه گاز داریم توی خود مناطق ایران یه سری جاها هست و توی افغانستان هم هست که یه پلاستیکای گنده میگیرن دستو میرن گاز میگیرن، میرن آب میگیرن. و اینم خدا ما کجای کارمون داره میلنگه که اینجور این زندگی سرد و چارمون شده. الماس ناشفاف به رنگ‌های زرد، سبز و مایل به سرخی در بعضی از نقاط کشور یافت شده است. گفته می شود اگر معادن آن یافت و استخراج شود، حتی با کیفیت‌تر و با ارزش‌تر از آفریقا. الماس آفریقایی خواهد بود. واقعا احساس نبض قلب و ایجاد توی مویرگان واقعا دارم احساس میکنم، در این حدی که داره فشار بهم وارد میشه. یکی از مهمترین منابع تامین مالی افغانستان استفاده و بهره برداری صحیح و سالم از معادن است. براو 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 براو، بازم خدای شکر شادم ندم، قسمت خدا بوده، نفرین یه پیامبر بوده، چی بوده، هر چی بوده حکمت خدا بوده که الان ما ناشکری نکنیم بچه. اینی که الان من میگم عصبی شدم این داستانا حکمت خدا شده، خدایا حکمت تو شکر. آنچه دلت خواست، آنچه خدا خواست همان می شود، آنچه دلت خواست نه آن می شود. اینا اسمه همیشه یادتون باشه. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیوی بسیار جذاب و اطلاعاتی امروز ما. امیدوارم که بار اطلاعاتی شما افزایش شه. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. منم از این زیباتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لایتر.